خب کامپیوتر اسایمنت بهتون دادم برای این هفته. اوکی. داستانش اینه که یه فلیپ فلاپ میسازید به جای کراس کاپل نور با کراس کاپل نند شروع میکنید، ولی نهایتا میخوام که اکتیویتی لولش مثل همون چیزی باشه که سر کلاس انجام دادیم. بعد که اونو میسازید یه کاونتر ازش میسازید، یک گری کود کاونتر میسازید. اول فلیپ فلاپ نه، اول لچ. بعد که گری کود کاونتر میسازین میبینید که کار نمیکنه. اونو میخوام اکچولی بسازید و ببینید کار نمیکنه. اینو توی وریلاگ انجام میدین. اوکی. بعد میاین مستر اسلیوش میکنید و بعد میبینید که خب درست داره کار میکنه. البته قبل از این که مستر اسلیوش بکنید گفتم که ریستینگ هم بهش اضافه بکنید که بتونید در یک استیت خاصی کارشو شروع بکنید. گری کود کاونتر هم یه راه سادش اینه که یک چارت کارنامه بنویسید، ولی خب مقدار زیادی اکس او رو اینا استفاده میشه. لاجیک مشکلی نیست. یعنی در حقیقت کاونترتون یه همچین شکلی پیدا میکنه که چهار تا فلیپ فلاپ دارید، اونی که کار میکنه، و بعد یک لاجیک بلاک دارید که حالا اینجوری میتونم بگم که گری اینکریمنتر. اوکی. بعد این میاد اینجا این گری اینکریمنتر رو، یا میتونید نظری در بیارید، یعنی که کارنو مپا رو نگاه کنید، سیکونس رو نگاه کنید، روی صفر و یک ها کدوم ها تاگل میکنن، کدوم ها عوض میشن، نظری در بیارید، یعنی که نه کارنو مپش رو بکشید، چهار تا اینپوت چهار تا آوتپوت، و این چهار تا اینپوت چهار تا آوتپوت میشه یک لاجیک. وقتی که میخواید وریلاگش رو بنویسین دوباره میتونید اینو بیاید به صورت always statement بنویسین. اوکی. یعنی که یه راهش اینه که بیاید این تیکه رو بنویسید always، بعد ورودی ها رو در نظر بگیرید inputs. اوکی. بعد بیاید اینجا یه سری if then else و case و اینا بنویسین. این اوکیه. if case اینها بنویسین، always begin. این یه راهیشه. یه راه دیگهش اینه که همون چیزی که مستقیم از بولین الجبرا در میارید بیاید اونجوری بنویسید، یعنی این که بیاید بگید که چهار تا assign بنویسید. حالا میتونم بگم ورودی های D0 D1 D2 D3 ورودی های 4 تا D فلیپ فلاپ ها هستن. D0 equal to something assign D1 equal to something و حالا تا آخرش assign D2 equal to something. اوکی. یا این برای نوشتن لاجیک اون گری کود اینکریمنترتون. بعد
این فلیپ فلاپ ها رو گفتم که ست و ریست بهش اضافه کنید. البته فلیپ فلاپ که خودتون میسازید با دو تا مستر سلیو و با لچ ها، یعنی یک مستر و یک سلیو لچ، اون فلیپ فلاپ ست و ریست به صورت عادی نداره. برای خواستم که برای این فلیپ فلاپ ها یک ریستی هم بذارید. اوکی، علاوه بر کلاک یه ریستی هم بذارید که به اون میگیم سینکرنس ریست. اوکی، خب این هست در حقیقت کامپیوتر اسایمنتتون. آها، قسمت آخرش گفتم که اینو بردارید و سینتسایز کنید توی کوارتز همونجوری که رضا بهتون نشون داد. همونطور که رضا بهتون نشون داد، بیایید و سینتسایزش کنید. برای سینتسایز کردن شما بگو 4 تا اساین نوشتید و یک رجیستر نوشتین. فلیپ فلاپش رو بهتون نشون دادم، حالا امروز چیزش هم بهتون نشون میدم، رجیسترش هم بهتون نشون میدم. اینا رو توی یک ویلاگ دیسکریپشن مینویسید و این دوتا رو به همدیگه وایر میکنید، این میشه در حقیقت دیسکریپشن کانترتون. بعد میرید توی کوارتس پراجکت درست میکنید، بعد میرید توی اون پراجکت دیزاین اینتری وارد میکنید، میرید توی ویلاگ HDL وارد میکنین و نهایتاً فقط وارد کردنشه که یه مکانیزم خاصی رو باید فالو کنید. ولی بعد که تموم میشه میگید که سینتسایز میخوام بکنم. سینتسایز که میخواد البته میگه کامپایل فکر میکنم. بعد که سینتسایزش میکنه میاد یک نت لیستی ازش در میاره، یک وریلاگ آوتپوت فایلی در میاره، بعد میاد FPGA لیات در میاره. میخوام که اون FPGA لیات رو ببینید، ببینید چجوری گذاشتتش، چجوری ساخته شده. به اضافه یه تایمینگ ریپورت درست میشه، میخوام که اون تایمینگ ریپورت رو نگاه بکنید روی ستاپ اند هولد تایم، مکسیموم فریکونسی و اینجور چیزاشو میخوام حتما توی اون ببینید. کاری که توی این این کامپیوتر اسایمنت داریم میکنیم به اون صورت تمام کارهای سینتسیز رو انجام نمیدیم. ما فقط میخواییم که سینتسایز بشه، لیاوت رو نشون بدید، تایمینگ رو بررسی بکنید. کارهای دیگه ای داره انجام میشه. کارهایی که انجام میشه یک وی او فایل درست میکنه که وریلاگ آوتپوت فایله، یه اس دی او فایل درست میکنه که تایمینگ آوتپوت فایله. کاری که در کامپیوتر اسایمنت بعدی میکنیم اینه که شما میایید علاوه بر اینکه اینجا سیمولیت کردید، به این میگیم پری سینتسیس سیمولیشن. بعد که سینتسایز شد آوتپوت فایل ها رو میایید نگاه میکنید و پست سینتسیس سیمولیشن هم انجام میدین. حالا گفتم این فعلا استپ اولتونه، کار زیادی رو سینتسیس نداری غیر از این که بسازیدش و لیاوتش رو نگاه کنید و بعداً میریم وارد جزئیات بیشتر بشیم. خیلی خب، مطالب امروز من یک ریویوی از Where we are میکنم روی فلیپ فلاپ ها که در حقیقت starting from latch، بعد روی مکانیزم های ست ریست صحبت میکنم، یه مقدار بیشتر روی وریلاگ، اینا خیلی سریع رد میشیم، این در حقیقت حالت ریویو داره. و بعد میایم ساختارایی حالا با این فلیپ فلاپ ها میسازیم. برگردیم به عقب،
چیزی که شروع کردیم این بود که اومدیم یک کراس کاپل درست کردیم و توی اون یک مموری دیدیم، بعد از اون اومدیم این رو کلاکش کردیم، این شد لچ، اوکی، و برای وریلاگ نوشتنش این شد کلاک لچ در حقیقت. برای وریلاگ نوشتنش از always statement استفاده میکنیم. بله چه؟ نه بذارید من فلومو تموم بکنم بعد، اوکی؟ و بعد میام ببینید، اوکی من کاملا فلومو از دست دادم. بگید سوالتون. این که چه فیلی استفاده میکنم سایکلون 4 استفاده بکنید، اوکی؟ 5 استفاده نکنید. فرق نمیکنه. در حقیقت سایکلون 2، سایکلون 3، سایکلون 4 همشون اوکی هست، اوکی؟ و سعی کنید یه FPGA کوچیک استفاده بکنید که گم نشید توش، یعنی که معمولا گم خواهید شد، با اینکه این هاردویری که دارتون کنید هاردویر خیلی کوچیکیه و چیزه یه گوشه ایش میاد، بعد باید اون بردز آی رو بیارید، اون پرنده هه. اوکی؟ بعد که بتونید پیدا بکنید کجا هستید، بعد زوم کنید همون جایی که هستید. خیلی خب، برگردیم سر فلو. یه کراس کاپل لچ داشتم، کراس کاپل نور داشتم، بعد اومدم چیز کلاکتش کردم. خیلی ساده always statement این رو میتونه describe بکنه. میای میگیم که at وقتی که set یا reset یا کلاک من اکتیو بشن، فلو در always statement شروع میشه. بعد میام میگم که if s q becomes 1 else if اجازه بدین نه دیگه این کلاک ده آره اول باید کلاک رو بذارم. میام میگم که if clock یعنی اگر clock یک باشه، then میام میگم که حالا سادهش اینجوری میشه q gets if s یعنی اگر S یک باشه then one tick B one else اگه R یک باشه then one tick B zero okay. اگه این یک باشه این، اگه این یک باشه این، و اگه کلاک یک باشه و هیچ کدوم از اینا یک نباشن else این کار میتونم بکنم، else خود کیو میره توی کیو، اوکی؟ آره حالا این شاید بهترین دیسکریپشن نباشه ولی به هر حال یک دیسکریپشنیه. حالا خورپول میریم جلو. بعد اومدم این رو یه دونه اینورتر گذاشتم که دیلچ شد، اوکی؟ دیلچ هم به این صورت کلاک دی، اوکی؟ و دیسکریپشن این به این صورت شد که گفتیم always اینجا دوباره clock و D داریم. If C Q gets D. Okay.
بعد اومدیم جلوتر گفتیم این یه مسئله داره، اونم مسئله ترانسپرنسیه که اومدیم از این یک دوتا لچ رو گذاشتیم کنار هم دیگه و اومدیم یک دونه مستر سلیو فلیپ فلاپ ساختیم، حالا دی کیو، و این هم حالا میتونم بگم لچ 1 لچ 2، هر کدوم ترانسپرنت هستن ولی ترکیب اینها اون حالت مستر سلیوی رو داره. این هست مستر سلیو، در حقیقت اینجا مسئله مستر سلیو بودن و مسئله ترانسپرنسی رو اینجا حل کردیم. بعد از این کاری که کردیم اومدیم گفتیم که اون سلوه، به همین جد اومدیم یه دونه دی فلیپ فلاپ رایزینگ ایج ساختیم که روی ایج کلاک تریگر میکنه، که در حقیقت دی رو روی ایج میگیره و برای دیسکریپشنش، برای وریلاگش میایم میگیم که پاز ایج کلاک کیو گتس دی. اوکی، یه چیزی که توی تمام اینا ننوشتم ولی باید یادتون باشه، اگه دارید وریلاگ استفاده میکنید، وقتی که میگیم کیو گتس دی در داخل یک always statement، کیو حتما باید به صورت رج دیکلر باشه. اگه سیستم وریلاگ دارید استفاده میکنید، به صورت لاجیک باید دیکلر شده باشه. خب این رسیدیم به این فلیپ فلاپ، بعد گفتیم که این ست و ریست میخواد، که بعد اومدیم یک ورودی های مثلا فرض کن که ریست اکتیو لو یا حالا اکتیو های گذاشتیم و این رو برای دیسکرایب کردنش، این آخرین صحبتی بود که کردیم، گفتیم که برای دیسکرایب کردن این میام این بیسم که always on the pause edge clock comma neg edge r okay if R zero, then Q gets one tick B zero, else Q gets D. Okay, این هست یه دونه rising edge D type flip flop with active low asynchronous reset. Asynchronous reset یعنی چی؟ یعنی اینکه ریست من independent of clock خودش وارد میشه و ریستینگ انجام میشه. این در حقیقت تا جایی بود که رسیدیم. حالا میایم میگیم که اگر که من یه دیزاینی بهم داده شده به اینجا چرا نگیجه آر به جایی که آر بذاریم، اینو فعلا نگرش دارید، یعنی این که تو ذهنتون باشه که این باید اینجوری باشه. اوکی، اکسپلینیشن ساده ای داره که بهتون میگم در یه مرحله ای، ولی الان نمیخوام این سیکونس آف مطالبی که دارم میگم رو قطع بکنم. اوکی، در حقیقت این یه مسئله ایه که وریلاگ داره، به خاطر که وریلاگ در داخل always statement نمیتونه ایونت رو چک بکنه. حالا بهتون میگم که چه توی VHDL، نه توی VHDL ما روی خود ایونت اون شرایطمون رو درست میکنیم که این مسئله وجود نداره. با. من توی خط آخر همین رو پرنسید گفتیم که QBSD بعد اینجا کلاک در نظر نگرفتیم دیگه، نه؟ نه دیگه، یعنی این که دقیقا در نظر نگرفتم، یعنی این که وارد این میشم، اگه وارد شدم به خاطر که R صفره که خب 0 میره توی اون،
اگر وارد شدم آر صفر نیست، یعنی obviously این نگیج نبوده، به همین جهت چی بوده؟ پازج کلاک بوده که در اون صورت من کیو رو دارم میذارم روی دی. اوکی؟ مسئله ای که هست، ممکنه که شرایطی وجود داشته باشه مثل همون شرایطی که توی کامپیوتر اسایمنتتون دارید که یه فلیپ فلاپ دارید درست کردید یا یه فلیپ فلاپ به شما داده شده که ریستینگ مثل این نداره. یعنی چیه؟ یعنی یه فلیپ فلاپ که مثلا فرض کن که C1 1D و شما نمیتونید واردش بشید که بخواید اون سیگنال رو به نندای داخلش بیاید وصل کنید، ولی خب من نیازی به ریستینگ دارم. خب کاری نداره، من کاری که میتونم بکنم اینه که یک اند گیت بیام بذارم اینجا و بگم که اگر که ریست هم زیرو باشه، اوکی، اگر ریست هم در حقیقت بر این که مثل اون بشه باید اینو اینجوری بذارم، اگر ریست هم زیرو باشه من هرچی هم کلاک بکنم اینو زیرو میره توی این، در غیر اون صورت دی میره توی این. اوکی، فرق بزرگی بین این و این هست. اوکی، به این میگیم سینکرنس ریست، به سمت چپی میگیم ای سینکرنس ریست. سینکرنس ریست یعنی چی؟ یعنی این که ریستینگ من با کلاک همراه است. برای اینکه دیسکریپشن اینو بنویسم میگم always at pause edge clock. خب ببینید من دیگه توی این sensitivity list اسمی از reset نمیبرم، یعنی اینکه من فقط در صورتی وارد این always statement میشم که clock من pause edge‌شو طی کرده باشه. وقتی که pause edge‌شو طی کرد من وارد این میشم که در اون صورت اگر که، یعنی تازه clock رو دیدم حتما، اگر که آرم صفر باشه then Q gets one tick B zero else Q gets D. اوکی، این شد در حقیقت اضافه کردن یک گیت برای سینکرنس ریست. من میتونم یه گیت دیگه اضافه بکنم یا هر دوشو اضافه بکنم برای سینکرنس ست. اوکی، این ریست، این ست، اینم دی. اینجا چی دارم میگم؟ اینجا دارم میگم که اگر که ست من یک باشه، اوکی، ست من یک باشه و من یه دونه یک میارم اینجا و به فرض این که اینا جفتش اکتیو لو هستن، خب اونجا نشون دادم، بذارید پس بنویسم اینجا اکتیو لو سینکرنس ریست، اینجا اوکی اکتیو لو سینکرنس ریست و اکتیو لو سینکرنس ست. اوکی، اکتیو لو یعنی اینکه به طور عادی وقتی من میخوام اینو آپریت بکنم باید جفتشون یک باشن. اوکی، این یکه، یعنی که این میذاره اینجا بره پس رو بکنه مقداری که روی اینپوت پایینیش هست و
وقتی که این یک باشه یعنی اینجا صفره، دوباره میذاره اینپوتش پس ثرو بکنه. این هاردویری که من اینجا نشون دادم پرایوریتی میده به ریست اوور ست. اوکی؟ اینو گوش کردید، پرایوریتی میده به ریست اوور ست. یعنی اگر که هم هر دوتا سایمولتینیسلی اکتیو بشن مدار من ریست میشه، که خب بهتر از اون سیچویشنی که اگر هر دو اکتیو باشن مدار من مموریشو گم بکنه. خیلی خب، این بود یه اتفاقایی که افتاد به اضافه وریلاگش. و خیلی ساده اگر که بخواید یک دونه رجیستر دیسکرایب بکنین، رجیسترتون مثلا میشه ماجول، رجیستر فرض کن 8 بت. اوکی، بس بگم دی رجیستر 8 بت، حرف نزنید چون دوتا. اوکی، اینپوت 7:0، بگو که پر، این اصطلاح رو شروع کنیم یاد گرفتن. پرالل اینپوت یعنی اینپوتی که به طور موازی وارد رجیستر میشه، که حالا برای رجیستر همون دی اینپوت ها هست. اوکی؟ برای وقتی که مثلا میخوایم حالا اینو تبدیل بکنیم چند دقیقه دیگه به یک کاونتر، اون اینپوتی که وارد کاونتر به صورت موازی میشه میگیم کاونتر پرالل اینپوت، یا حالا میتونستم بذارم دی. اوکی؟ اینپوت دیگه ای داره، مثلا فرض کن که ریست اینپوت کلاک داره و فعلا همین آوتپوتش لاجیک سیستم وری لاگ بخوایم بنویسیم، اون هم 7:0 و چیه؟ یه اسمی براش بذاریم، مثلا دی اوت. اوکی؟ نخواستم حتما کیو و دی و اینا بذارم که خورد خورد وقتی که به کاونتر و اینا هم میرسیم شروع کنیم اسمای متفاوت استفاده کردن. رجیسترم کار ساده ایه، میام میگم always on the pause edge clock comma pause edge reset. اوکی، حالا اینو دارم چیکار میکنم؟ به من بگید synchronous یا asynchronous؟ asynchronous. به من بگید positive or active high or active low. اکتیو های ریست و رایزینگ ایج کلاک. اوکی، بگینم میذارم. چرا؟ به خاطر که خورد خورد میخوام اینو اکسپندش بکنم، کاونتر و اینجور چیزا هم ازش بسازم. این میشه دی اوت گتس، نه اول باید ریستش بکنم، if reset then the out gets 8 tick B0 else the out gets per in مثلا. اوکی، حالا اسمش گذاشتم per، اینجوریش بکنم per in بذارم. اوکی، بگین اندو لازم نداشتم ولی این هم میشه اند ماجول. اوکی؟ پس میگیم وقتی که من میام میام 8 تا فلیپ فلاپ و کنترل هاشو مشترک میکنم، کنترل ها یعنی چی؟ ریستش و کلاکش، اینا رو مشترک میکنم، اون میشه یه دونه رجیستر. اوکی؟ پس این شد تعریف رجیستر. حالا بریم سراغ کامپوننت های دیگری که مثل چیز بود که ما اومدیم کامپرتور رو نمیدونم عده رو اینا ساختیم که بعدا توی دیزاین هامون استفاده کردیم توی کامبینیشن. حالا
حالا اومدیم سراغ سیکوینشالا، اوکی، و توی سیکوینشالا هم دوباره داریم یه سری کامپوننت هایی که بعد آب دردمون میخوره همینجور میسازیم میذاریم کنار. یه کامپوننتی که اول دیدیم خب خود فلیپ فلاپ بود، حالا کامپوننت دومی که دیدیم رجیستره. هاردورش هم خب خیلی ساده است دیگه، 8 تا اینپوت داره، 8 تا آوتپوت داره، کلاک و اینا. کامپوننت دیگری که حالا به عنوان RTL کامپوننت دیگری که استفاده میشه هست شیفت رجیستر. اوکی، بیایم ببینیم اصلا داستان شیفت رجیستر چیه. من میام یک فلیپ فلاپ بر میدارم، حالا کاری به ست و ریست و ایناشم نداشته باشیم، به جایی که اینا رو به صورت موازی بردارم اینپوت هاش رو در نظر بگیرم، میام آوتپوت یکی رو وصل میکنم به دی اینپوت بعدی. اوکی، C1 1D C1 1D Q Q. اوکی، خب ببینید چه اتفاقی میفته. من اول مثلا فرض کن که بیایم اول یه ریست هم براش بذاریم، asynchronous reset میذارم. کجا بذارم که تو راهمون نباشه؟ که کاملا تو راهمونه. خب حالا بگو من ریستش کردم و این از 0000 شروع به کار میکنه، بنابراین اول من دارم 0000. اوکی، بعد میام همزمان با این 0000 که اینجا هست یه دونه یک میذارم روی این ورودی و مدارم رو کلاک میکنم. مدارم کلاک کردم، اون یکی که در اونجا بود میاد در اینجا، بنابراین سیکونس بعدی من میشه 1000. بعد دوباره روی همون سریال اینپوت هم یک میذارم، یک کلاک دیگه میکنم، این میشه 1100. اوکی، پس بیام اینجا هم بنویسم سریال این یا اون بت سمت چپم، اول زیرو بوده، بعد اینجا یک بوده، در حقیقت یک بوده، کلاک شده، این یکی اومده اینجا، اینا هر کدوم رفتن یه پله جلو، اینجا بوده، دوباره سریال این من بوده یک. اوکی، سریال این من بوده یک، دوباره مدار رو کلاک کردم، این یکی اومده تو فلیپ فلاپ سمت چپی، این اومده اینجا، این اومده اینجا، این اومده یه پله جلو. یه خورده بریم جلو، دوباره یه زیرو میام میذارم اینجا، مدارم رو دوباره کلاک میکنم، این زیروه میاد اینجا و هر کدومشون یه پله میرن جلو که در حقیقت اینجا میشه 1 1 0. اوکی، میام مرسی تو این هر کجا گیره بود. خب بعد یه یک داریم اینجا. اوکی، دوباره گذاشتم رو سریال اینپوتم، یه کلاک میزنم، مدار کلاک که میزنم این یکی میاد اینجا، اون قرمزه که اونجا بود
بود، یه پله اومده جلو اینجا، اون دوتا یک سیاهی که داشتم سر جای خودشون بودن، حالا یه پله میان جلوی میشه یک، اینم میشه یک. اوکی، پس این زیرو هست، این یک هست، این یک هست. یه بار دیگه این کارو میکنیم که ببینیم چی میشه. حالا من بگو که یه زیروی آبی میذارم اینجا، دوباره مدارمو کلاک میکنم، مدارمو که کلاک کردم، این زیروه میاد اینجا، سبز میاد اینجا، قرمز یه پله میره جلو، سیاهه اونم یه پله میاد جلو، اون یک سمت راستی چی میفته بیرون. اوکی دیگه، حالا هر چی شیفت بکنم همینطور دیگه، اون اطلاعاتی که اینجا هست دونه دونه از سمت چپ میاد، از سمت راست میره بیرون. دو تا چیز اینجا فانکشنالیتیشو نگاه کنید، دو تا چیز اینجا میخواستم بگم، یکی فانکشنالیتیه که در حقیقت این کاری که داره میکنه انگار که من یه دیتایی دارم از اینجا و این داره شیفت میکنه هر بار که کلاکو میزنم به سمت راست، به همین جد به این میگیم یک رایت شیفتر. اوکی، یعنی یه چیزی که هر بار رایت شیفت میکنه. این یه موضوع. موضوع دیگه این که من نمیتونستم این رو بسازم با لچ ها. چرا؟ به خاطر اینکه اگه لچ میذاشتم به محض اینکه یکیشو باز میکردم چه اتفاقی میافتاد؟ اون سمت چپی از سمت چپ شروع میکرد میرفت all the way to the end. اوکی، یعنی که همش یه دفعه یه مقدار میشد کلاک رو میبستم، مگر اینکه کلاک رو خیلی شورت نگه میداشتم که اونم قبلا صحبتش کردیم که نمیتونیم این کار رو بکنیم. بنابراین حتما لازمه که برای شیف رجیستر من یه دونه چی داشته باشم، یک دونه فلیپ فلاپ استفاده کنم، حالا هر نوع فلیپ فلاپی، یا مستر سلیو یا رایزینگ ایج یا فالینگ ایج، بالاخره باید فلیپ فلاپ باشه. لچ، ترانسپرنت لچ کار نمی کنه. خیلی خوب، حالا شیف رجیستر استفادهای زیادی داره، حالا بیایم یه خورده وریشن های شیف رجیستر رو بگیم. همین الان اگه من بیام این بالا به جای این رجیستر میخواستم شیف رجیستر درست بکنم، میامدم حالا اسمشو میذاشتم به جای دیرج میذاشتم استرج که بکنم شیف رجیستر. من علاوه بر اینپوت آر یک اینپوت دیگه ایم به نام سریال این میداشتم. اوکی، یک سریال این داشتم و اگر فقط همین مدار رو بخوام دیگه پرالل این به اون صورت فعلا ندارم، بعدا میام پرالل اینم میذارم براش. آوتپوت هم که همون دی اوته، اگر ریست باشه دی اوت هم صفر میشه، اگر که ریست نباشه من دارم شیفت میکنم برای که شیفت بکنم، یا میام میگم پر اینو ور را شیفت بکن به رایت. راه قشنگ ترش اینه که من بیام کرلی برکت بذارم، سریال اینو بذارم در سمت چپ، در سمت راست بذارم دی اوت، دی اوت اسمش گذاشتم، باش فرق میکنه دی اوت. اوکی، 7:1. اوکی، یعنی چی کار میکنه؟ نگاه کنید، من اینجا دارم دی اوت دیگه، 8 تاست. اینا رو بشماریم چجوریه؟ این هست 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 و 0. این 8 تا به این صورت ارینج شدن. بعد من اینجا سمت راست چی ارینج کردم؟ سریال اینو گذاشتم سمت چپ، بعد گذاشتم 7, 6, 5 تا 1. بنابراین وقتی اینو کلاک بکنم تو سمت چپی، اس این میره توی 7، چی میره توی 6؟ 7
هفت قبلی میره توی 6، بنابراین همون اتفاقی که اینجا داره میفته شیفت میشه به سمت راست. این شد وریلاگ دیسکریپشن یک دونه 8 بیت شیفت رجیستر. اوکی، رایت شیفتر هم هست، فقط دیگه لفت شیفتینگ فعلا انجام نمیشه. حالا بیایم یه سری تغییرات بدیم، یه سری از این کارا هم توش بکنیم. خب سوالی هست؟ حالا نایس اند کوایت. این همینه دیگه، این سمت چپیه، این که سریال اینمه، به اینم میگیم سریال اوت. اوکی، یعنی علاوه بر این که من یک اوتپوتی دارم که این چهار تا اوتپوت رو دارم، یه اوتپوتی هم دارم که سریال اوته، که وقتی میخوایم اینا رو کسکید کنیم سریال اینو بر میداریم وصل میکنیم به سریال اوت قبلی. حالا چهار تایی میشه 8 تا 16 تا یا هر چیز دیگه. حالا که شما اینو از من خواستید بذار آوتپوت سریال اوت هم اینجا اضافه کنم، اینجوری میذارم، میام اینجا میگم آوتپوت اس اوت. اوکی، کاما سمیکولن و به اضافه اون آوتپوت هایی که در اونجا داریم. خب آوتپوت سریال آوت من هیچ چیزی نیست غیر همون دی آوت زیرو، به همین جد میام اینجا می‌نویسم اساین. اوکی، ببینید که من اونجا لاجیک دیگه براش نذاشتم. اوکی، میام میگم اساین S out equal D out zero. اوکی، این لازم بود، این خوب بود که اینو نوشتیم، به خاطر که بعدن که من کاونتر درست میکنم و میام کاونترم یه کری اوت میذارم، اونم یه همچین حالتی داره، ولی خب دیگه لاجیکش به این سادگی نیست، البته مشکلم نیست. اون چیکار میکنه؟ کری اوت میشه در حقیقت اند تمام بتای کاونتر و اند کرین، که حالا اونو انجامش میدیم ببینیم چه جوری میشه. خب حالا شیفت رجیستر رو بعضی وقتا من نیاز هست که شیفت رجیستری داشته باشم که هم شیفت بکنه و اگرم لازم دارم پرلل لودینگ توش انجام بشه، مثلا یه دیتای توش لود بشه و بعد از اون شیفت بشه، یعنی همیشه لزوما با زیرو شروع به کار نکنه. خب کار مشکلی نیست، من میام این وسط ها ملتیپلکسر میذارم. میدونید میخوام چیکار کنم؟ میخوام شیفت رجیسترم رو تبدیل بکنم به یک ساختاری که دو تا قابلیت داشته باشه یا شاید سه تا قابلیت داشته باشه. یه قابلیتش ریست شدنه، یعنی از زیرو شروع به کار میکنه. یه قابلیتش شیفت شدن به سمت راسته. یه قابلیتش هم این که پرلل لودینگ کار میکنه، مثل چی؟ مثل یه رجیستر کار میکنه. اوکی، برای اینکه اون کارو بکنم میام یه دونه ملتیپلکسر میذارم اینجا. اوکی، کنترل ملتیپلکسرم میشه مود کنترل، اسمش میذارم ام مود کنترل. اگه مودم زیرو باشه این داره رایت شیفت میکنه. اوکی، ام ایکوال تو زیرو رایت شیفت.
اگر که M مساوی 1 باشه پرلل لودینگ انجام میشه. اوکی؟ یعنی در حقیقت من ملتیپلکسرم یه اینپوت میگیره از فلیپ فلاپ قبلی، یک اینپوتم میگیره از پرلل اینپوت های سمت چپ، بعد سریال اینم میاد اینجا. این میشه پرین 3 پرین 2 1 و 0. این شد یه دونه رایت شیفتر که میتونه یا رایت شیفت بکنه یا پرلل لودینگ هم میتونه انجام بده. اوکی؟ خیلی خب، بریم وریلاگش هم درست بکنیم. محمد همه چی اوکیه؟ بریم گفتیم چیکار کنیم، پرلل لودش هم درست بکنیم. یعنی اینکه الان دوباره میام تو وریلاگش، اینو میذارم سر جاش دوباره. چرا؟ برای اینکه الان پرین اضافه کردم دیگه. حالا بذارید با آبی بکنم. input 7:0 پرین. البته یه چیزی توجه بکنید، من چیزی که دارم میکشم 4 بت میکشم، چیزی که دارم مینویسم 8 بت مینویسم. اوکی؟ نوشتن 8 بت آسونه ولی کشیدن 8 بت یه خورده سخته. یعنی اینو اگه میخواید دقیقاً با این کار اسپاند بکنه، اینا رو بذارید 3 دیگه. درسته؟ خیلی خب، حالا اومدم میگم چی؟ میگم که من دارم الان یک شیفت رجیستر مینویسم با یک شیف رجیستر می‌نویسم با قابلیت پرلل لودینگ. اوکی؟ پس میام اینجا میگم که روی پازیتیو اج اگر که ریست باشه که ریسته، اگر که ریست نباشه بیا این کارو بکن، بگو که دیاوت من گتس. اوکی؟ دیاوت من گتس. میتونم راحت بیام یه کاندیشن استیتمنت بنویسم، بگم که یه مود کنترل داشتم. آها، اینم باید ام رو هم اضافه بکنم، درسته؟ به عنوان مود کنترل. بعد بیام بگم که اگر مود من زیرو باشه then این کارو بکن، درسته؟ اگه مود من زیرو باشه then این کارو بکن، else چی؟ پر این. اوکی؟ یعنی چیزی که میخوام اینجا بهتون نشون بدم اینه که اون استایلی که برای فلیپ فلاپ یاد گرفتیم که اگر که پازیتیو اج باشه مینویسید پاز اج، اگر که سینکرونس ریست باشه اینو نمینویسید، اگر ایسینکرونس ریست باشه اینو میایید مینویسید اینجا، و بعدش چیز داخل یه آلویز استیتمنت که دیگه ایف و اینجور چیزا هر جوری که اون رجیسترتون کار میکنه، اینجا فقط میشه کاندیشن های ایف که میاید اونا رو طبق اون چیزی که هست ادجاست میکنید. حالا اگر که مثلا فرض کن که اینجا کاونتر هم داشتیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم مثلا برو کاونت رو بردار به اضافه یک بکن. اپ کاونتر داشتیم، داون کاونتر داشتیم، یعنی دیگه هر چی که میخواین دیگه توی این کانتکست جا میگیره. بنابراین الان میای میگیم که بیایم یک استایلی در بیاریم برای کاونت، برای سیکوینشال سرکت
وریلاگ دیسکریپشن. اینجوری میگیم، میگیم که یا آلویز مینویسین پاز ایج کلاک یا نه ایج کلاک حتما باید باشه، اگر سینکرنس باشه ریستش هیچی نمیذارید اینجا، اگه ای سینکرنس باشه بر اساس حالا اکتیویتی لولش میاد میذارید اینجا، بعد میاد ایفتن الس میذارین. توی ایفتن الس هم اون آوتپوتتون رو در نظر میگیرید که در وریلاگ مینویسید رج، در سیستم وریلاگ باید بنویسید لاجیک. بعد وقتی که میاد اینجا میذارین میگیم که بیاید نان بلاکینگ استفاده بکنید. بازم این یکی از اون چیزاییه که فعلا بهتون نمیگم چرا. توی کامبینیشنال سرکت بلاکینگ استفاده بکنید. دیدید دیگه توی کامبینیشنال سرکت فقط ایکوال استفاده میکردید. اوکی؟ از وقتی که من شروع کردم دی فلی فلاپ ها و اینا رو گفتم، اومدم نان بلاکینگ اساینمنت استفاده بکنم. ببینید نان بلاکینگ یعنی اینکه این ارو هست توی رجیسترال نان بلاکینگ استفاده بکنید. دلیل داره که این کارو میکنیم، ولی ما که اینجا نمیخوایم کل زبان رو یاد بگیریم، ما میخوایم وریلاگ رو در حد این که بتونیم در RTL دیزاین بکنیم میخوایم یاد بگیریم. اوکی؟ و حالا اگر که شرایطش پیش اومد اونا براتون داستانهای بلاکینگ و نان بلاکینگ و اینا میگم. یه رول دیگه ای که فالو بکنید برای اینکه خودتون توی مسئله قرار نگیرید، توی سیکوینشال سرکت دیسکریپشن وریلاگ همیشه در یک آلویز استیتمنت فقط یک دونه لفت هند ساید داشته باشید. اوکی؟ یعنی این که من اینجا دی آوت رو دارم خوبه. یعنی اگر که دیدید که مدارتون داره کامپلکس میشه، یه آوتپوت دیگه ای هم میخواید بذارید، نذاریدش تو این آلویز استیتمنت. اگر اون آوتپوت دیگه تونم کلاکده یا رجیسترده، خیلی ساده بیاد بذاریدش توی آلویز استیتمنت دیگه. یعنی محدود بکنید لفت هند سایدا رو تو وان پر آلویز استیتمنت. اوکی؟ خیلی خب، اینا رو به صورت رول داریم یاد میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت ما وریلاگ رو به عنوان یک نوتیشن دیسکریپشن هاردویر یاد میگیریم. ببینید همونطوری که من اومدم فلی فلاپ رو اینجا گفتم، وقتی که این رایزینگ اجه، وقتی که این رایزینگ اجه، شما یه سگوش میاید میذارید اونجا. وقتی که فالینگ اجه، سگوش رو میذارید، یه بابل هم میذارید. نپرسیدید که چرا؟ خب چرا نپرسیدید چرا؟ به خاطر اینکه اینا یه سری رول من دارم بهتون میگم، یک سری نوتیشن من دارم بهتون میگم. نگاه این میکنید میگید که اوکی این خوبه دیگه، این نوتیشن خوبیه. اوکی؟ من معادل همین دارم وریلاگ بهتون میگم. بنابراین میگم که در وریلاگ هم این رول ها رو فالو بکنید. اینا گرافیکال نوتیشنه، رول های مربوط به اونه. اینجا چیه؟ اینجا وریلاگ نوتیشنه و رول های مربوط به اون هست. خیلی خوب، اینجور یاد گرفتن وریلاگ، آره در یه مرحله میرید دیگه کل وریلاگ هم یاد میگیرید، حالا نه تو این درس، ولی اینجور یاد گرفتن وریلاگ شما رو در جهت این میبره که وریلاگ رو هر چی که استفاده میکنید در جهت RTL دیزاین و سینتسیز RTL استفادهش بکنید. یعنی اینکه شما هیچ چیزی از وریلاگ یاد نمیگیرید که کورسپاندنس با هاردویر نداشته باشه. یعنی دیدید دیگه، من اول هاردویر رو بهتون نشون میدم، بعدا میگم بای دی وی این چیه، این وریلاگش. خب حالا شیف رجیسترهای دیگه هم من میتونم داشته باشم، حالا دیگه ساختار کلشو نمیام بکشم. میگم که من یه شیف رجیستر میخوام که این دفعه دو تا مود داشته باشه، M1 و M0 داشته باشه، دو تا خط مود داشته باشه که در حقیقت 4 تا فانکشن داره. فانکشناش یکیش هست فانکشن 0 do nothing،
که do nothing هم is not completely nothing. فانکشن 1 function 1 right shift function 2 left shift و function 3 parallel load. Okay. خیلی خوب. هر سل این شیفت رجیستر به این شکلیه که الان دارم میکشم. هر سل یعنی که بگو مثلا یک فلیپ فلاپ وسطی. Okay. هر سلش به این شکله، یه فلیپ فلاپه. C1 1D یه دونه asynchronous reset یا set یا هر چی که میخوایم بذاریم، یه Q داره. بعد من اینجا یک multiplexer چی میخوام؟ 4 to 1 multiplexer میخوام که 4 تا حالت داره. M1 M2 میاد اینجا 0 1 2 3. خب اگر که do nothing باشه، گفتم is not completely do nothing nothing. اوکی چیکار کنم؟ مود زیروش do nothing چیکار کنم؟ چی؟ دقیقا این کار میکنم، این که do nothing میام Q رو ور میدارم، بر میگردونم توی خودش. اوکی؟ به نظر میاد is doing nothing، ولی کاری که داره میکنه Q رو داره بر میگردونه تو خودش. چرا این کار رو میکنم؟ چه آلترنتیو دیگه برای do nothing داشتم؟ کلاکو گیتش کنم، یه دونه اند گیت بیام بذارم روی کلاکم. اوکی این کارو نمی کنم. اوکی من برای خودم توی تمام سیکوینشال سرکت ها یک رول میذارم که من با کلاک بازی نمی کنم. اوکی احترام کلاک رو نگه دارید، مدارتون سینکرنس میمونه، مدارتون تایمینگش به هم نمیخوره. به محض اینکه بیایید با کلاک بازی بکنید، کلاک هم شروع میکنه با شما بازی کردن و مدارتون شروع میکنه کارهای غیر عادی از خودش نشون دادن. اوکی به همین جهت من دست به کلاک نمیذارم، هیچ وقت گیت روش نمیذارم، لاجیک روش نمیذارم. این حرفی که دارم میذارم تا 15 سال پیش خوب بود و میگفتیم که کلاک رو دستش نزنید، ولی بعد که مسائل پاور مطرح شد، این شد که خب من اگر که شرایطی وجود داره که بیام اینجا مثلا فرض کن که یک انیبل بذارم که کلاکم رو بردارم، اگر که انیبلم صفر کلاکم دیسیبل بشه، باعث میشه که به جایی که مدار من همیشه هی کلاک بخوره، وقتی دیسیبله کلاک نمیخوره، مدار من اکتیویتی روش اتفاق نمیفته، اکتیویتی اتفاق نیفته، پاور کانسامپشنش کم میشه. اوکی که کاملا درسته، ولی اگر قرار همچین کاری بکنیم، اینو نمیاریم اکسترنال فلیپ فلاپ، میبریمش توی فلیپ فلاپ که مسائل تایمینگش رو در داخل فلیپ فلاپ حلش بکنیم، به خاطر که این باعث هزارد میشه روی
کلاک فلیپ فلاپ هم، یعنی مثلا یه تفاوت اون دفعه پیش راجع به کلاک سکیوینگ گفتم که دیلی کلاک در جاهای مختلف میتونه متفاوت باشه، انیبلتون میتونه متفاوت باشه، بعد دیگه شروع میشه اینجا گلیچ هایی گرفتن که دیگه نمیدونید آیا کلاک شده آیا کلاک نشده و غیره. بنابراین این کار برای لو پاور دیزاین کار درستیه، ولی اونم با مواظبت و اینکه اونم لاجیک رو توی خود فلیپ فلاپ اینوالو بکنیم، نه به عنوان یه گیتی که دیلی زیادی داره و خارج از فلیپ فلاپ استفاده میشه. بنابراین چیزی که اینجا دارم میگم این که خیلی خب من برای دو ناثینگ میام اینو فیدبک میکنم. خب و دو ناثینگ این بود. رایت شیفت خب خیلی ساده، من میام از فلیپ فلاپ قبلی، یعنی که یه فلیپ فلاپ اینجا دارم، رایت شیفت میام به این وصل میکنم. اوکی لفت شیفت یعنی این که من یه فلیپ فلاپ اینجا دارم، اوکی و کیو رو از اون میارم، یعنی به این صورت. اوکی این فلیپ فلاپ سمت راستمه، این فلیپ فلاپ سمت چپمه، بعدش هم پرالل لود دارم. پرالل لود یعنی این که در حقیقت ورودی های من از اینجا دارن میان. اینم میشه مثلا اگه این بت آی باشه، اوکی شیف رجیستر اوتپوت بت آی مثلا این هست پرالل شیف رجیستر پرالل اینپوت بت آی. اوکی حالا اینا رو میاد به هم دیگه وصل میکنید، بعد یک سری اینپوت ها و آوتپوت ها سمت چپ و سمت راست اتفاق میفته. اون اینپوتی که به چپی ترین شماره یک میاد به این میگن سریال این فرام دی لفت، درسته؟ چپی ترین به سریال اینپوتش میاد میگم سریال این فرام دی لفت. اوکی اونی که به راستی ترین به راستی ترین بذار این سبز بکشمش مثلا، اوکی این سریال این فرام دی لفت، بعد این یکی 0 1 2 3 1ش که به قبلی وصل میشه، دوش چی؟ دوش در حقیقت میشه سریال این فرام دی رایت، درسته؟ یعنی اون چیزی که در حقیقت قرار بوده که از سمت راست بیاد، چون که راست نداره میشه یک external input from the right. اوکی علاوه بر این من یک serial out from the right دارم، یعنی در حقیقت آخرین output من میشه serial out from the right دارم، سمت چپی هم یک دونه سریال out from the left دارم. اوکی که اونا رو هم وقتی که بخوام اساین بکنم یا بخوام ولیو بدم مثل همین میکنم، یعنی سریال out from the right میشه دی out 0، سریال out from the left میشه دی out حالا 7 یا 3 یا هر کدومی که اینجا داشتید. این شیف رجیستر کسکیده بله. اوکی مودا رو به هم وصل میکنید، ستا رو به هم، ریستا رو به هم، کلاکا رو به هم، سریال این به سریال آوت اون یکی، همینجور با هم دیگه اینا رو کسکید میکنید. ساختارای شیف رجیستر
ساختارهای شیفت رجیستر علاوه بر این که کار شیفتینگ انجام میده، کار رجیسترینگ انجام میده، کاونتینگ هم انجام میده. ببینید، من اگر 4 تا فلیپ فلاپ رو به صورت که حالا نشون میدم به صورت شیفت رجیستر پشت سر هم بذارم، یکی داره حرف میزنه، اوکی؟ پشت سر هم بذارم و سامها اول بار یه دونه یک تو یکیش بذارم، زیرو زیرو زیرو، اینو فیدبک بکنم اینجا، من هر بار که کلاکش میکنم یه یک از سمت چپ میره، بعد میشه سمت راست میاد، همینجور میچرخه، که بهش میگم چی؟ بهش میگم walking one circuit. اوکی؟ سرکت walking one. حالا چجوری یکو میذارم؟ یا با پریست میذارم، یا اینکه نه اول بار میام یه اورگیت میذارم اینجا، یه دونه یک میذارم روش، یه بار کلاک میزنم، اون یکی میاد توی این، بعد دیگه همینجور ادامه پیدا میکنه و میره جلو. اوکی؟ اگر که به این جانسون کاونتر هم میگه، اوکی؟ walking one circuit، رینگ کاونتر، جانسون کاونتر، اوکی؟ تمامی رینگ کاونتر هم داره، اوکی؟ بخاطر یه حالت رینگ دیگه، کاونتره. چند تا کاونت داره؟ اگه 4 تا فلی فلاپ داشته باشه فقط 4 تا کاونت داره. بهتون گفتم کاونت حتما لازم نیست باینری کاونت بکنه، هر چیزی که یک سیکونس خاصی رو تکرار بکنه بهش میگیم، حالا میتونیم بهش بگیم کاونتر، اوکی؟ این یک ماجولو 4 کاونتر، یعنی چی؟ 4 تا کاونت متفاوت داره که کاونت سیکونسش از 1 هات کاونت سیکونس، اوکی؟ حالا یا واکینگ 1 کاونتر، یا جانسون کاونتر، یا رینگ کاونتر، یا هرچی. اگر که بیام اینجا رو اینورتر بذارم، به این میگیم marching one circuit. اوکی؟ چرا؟ به خاطر اینکه هر بار که کلاک میشه یکا از سمت چپ شروع میکنن رژه رفتن، میان جلو، بعد یکا که به آخر رسیدن تموم میشه صفرا شروع میکنن اومدن، و دوباره همینطور این قضیه ادامه پیدا میکنه. marching one اگه 4 بت باشه چند تا کاونت متفاوت داره؟ 8 داره. اگر اون بود ماجولو 4، این هست ماجولو 8 کاونتر. اوکی؟ به اون میگفتیم رینگ کاونتر، به این میگیم تویستد رینگ کاونتر. اوکی؟ اون تویستینگ هم همین اینورتریه که اینجا گذاشتیم، مارچینگ وان بهش میگیم، تویستد رینگ کاونتر میگیم، حالا غیره. خیلی خوب دیگه، چی؟ وریلاگش هم که دیدید دیگه، میدونید داستانش چیه. اگر R اکتیو باشه Q رو اومدم زیرو کردم، اوکی؟ اینیشالایزش کردم. خیلی خوب، و حالا که روی این دو ناثینگه یه صحبت شد، یه چیز کناری هم بگم. شما بعضی وقتا فلیپ فلاپاتون
میخواید که انیبل داشته باشه. اوکی؟ انیبل یعنی این که علاوه بر مثلا کلاکینگ و ریست و ست و هرچی دارید و ندارین، مثلا فرض کن که یک ورودی میخواید که بتونید کنترل بکنید که این داره کلاک میشه ولی دیتایی رو قبول نکنه، یعنی کنترل روش داشته باشید، بگید کی دیتا قبول بکن کی دیتا قبول نکن. اولین چیزی که به ذهنمون میاد همون کاریه که گفتم که نباید بکنید. اوکی؟ مگر اینکه برید توی داخل فلیپ فلاپ و با حالا مراقبت و تایمینگش و نگرانی و تایمینگش با چه درست هندلش بکنید اوکیه، ولی راه دیگه اینه که نه، من کلاکو همونطوری گفتم دست نزنم، بازی باش نکنم، بیام اینجوری بذارم، میام میگم 0-1 و این میشه انیبلم. اوکی؟ اگر انیبلم 1 باشه این دی رو داره میگیره، اگر انیبلم 0 باشه من آوتپوت رو سیرکولیت میکنم back into the flip flop. ببینید اگر انیبلم 0 باشه هر چی کلاک بکنم آوتپوت همجور داره تو خودش میچرخه. دوباره بازم اینو میگم که اگر که من ساختارم لچ بود تحت هیچ شرایطی این کارو نمیتونستم بکنم. اوکی؟ چرا؟ لچ ها تو فیدبک، لچ ها توی مخصوصا فیدبک شما هیچ وقت لچ نمیتونید استفاده کنید. لچ میتونید استفاده کنید اگه دیتا اینپوت داره میاد و مثلا شما میگید که خیلی خب در یه مرحله در یه دیوریشن کلاک من این دیتا رو میگیرم کپچرش میکنم حالا بعدا استفاده ازش بکنیم توی جای دیگه، ولی هیچ وقت وقتی که فیدبکی توی مدارتون باشه لچ استفاده نمیتونید بکنید. خب همه چی اوکیه؟ به جای همین اگه لچ بذارید موقعی که دیسیبله این میاد شروع میکنه آسلیت کردن، هرچی توش بوده و نبوده گم میشه. خودشو نه دیگه این شروع میکنه آسولیت میکنه. اوکی؟ یعنی این که صفر میشه یک، یک میشه صفر، شروع میکنه آسولیت کردن و تا انیبل میشه در یه جایی وام میشه که آندترمینیستیکه. البته اونقدر آندترمینیستیک نیست، بستگی به تایمش داره، ولی خب با شرایط فیزیکی که ما واقعا نمیتونیم رو اون تایم دقیق 100% حساب کنیم میشه تقریبا آن دترمینستیک. اگر آر مثلا ما یک داده باشیم میاد صفر میکنه، ریست میکنه، و اگر یک نباشه یعنی موقع پاور آف من بعدش مثلا توی تست بنچ که میدونستم یک نذارم، این حال استیت اولیه رو چی در نظر میگیره خود ریدر؟ یک نذارین خب ریست درست نکردید دیگه. یک نذارید این میاد اولش، اگر اول اکس حساب میکنه. اوکی؟ اگر که هیچ اتفاقی براش نیفته اصلا یکم بذار، یک که نمیذارید اول. ببینید اول معمولا مدار از حالت کاملا اکس شروع میکنه. اوکی؟ کاملا اکس شروع میکنه. حالا بگو بعد از مدتی شما آرتون رو صفر گذاشتید، این باز اکسه تا اولین کلاک بشه. اولین کلاک بشه دیتون میره توش، ممکنه دیتون هم اکس باشه. اوکی؟ بنابراین مدار ممکنه از اکس شروع به کار بکنه کلا. رجه ها همیشه مقدار اولیه شون اکسه. اگر که آره همیشه مقدار اولی اکسه تا اینکه بالاخره یه مقداری از خارج بهش بدید. خب پارسا دیر اومدی اونجا نشستی؟ امروز مثل که یه خورده همه با تأخیر وارد شدن.
دورسا سوالی نداریم؟ پاز کردی و گفتی نه. چیزی هست؟ چی؟ یا مطلب دستم درد مثلا. کجا؟ روی وریلاگش داری میگی یا رو هاردویرش؟ خب ببین واقعا چیز خاصی ما نگفتیم، ما چیز خاصی اصلا نگفتیم. ما اومدیم فلیپ فلاپو که انجام دادیم، حالا بذار برگردیم اول جلسه. یعنی کانسپت جدیدی ما امروز ارائه ندادیم تا حالا. فقط تنها چیز که گفتیم، گفتیم که خیلی خوب فلیپ فلاپ رو که میشناسید درسته، C1D یه کیو آوتپوت هم داره، اوکی؟ بعد گفتیم چی؟ بعد گفتیم که اگر من دو تا از اینا رو بذارم کنار هم دیگه با یک کلاک آوتپوت اینو بیام بدم به این، اینپوت اونو بیام از اون بگیرم، این میشه یه دونه توبت شیف رجیستر. چرا میگیم توبت شیف رجیستر؟ یعنی این که اطلاعاتی که من اینجا دارم سر کلاک وارد این میشه، اطلاعاتی که من مثلا حالا زیرو باشه یا هرچی روی این دارم سر کلاک روی این وارد میشه، اوکی؟ شیف رجیستر رو وقتی که میخواید مقدارش رو ببینید چه جوری میشه، از اگه رایت شیفتره از سمت چپ شروع نکنید، برای اینکه از سمت چپ شروع بکنید، بذارم حالا من مثلا چهارتاییش رو بکشم، اگه از سمت چپ شروع بکنید فرض کن یه اینیشال ولیوی من روی این دارم C1 1D Q Q، اوکی؟ بگو اینیشال ولیو رو، حالا من با رنگ‌های متفاوت بنویسم، یه زیرو دارم اینجا، یک وان بگو دارم و یک زیرو فرض کن روی این دارم. آبی من سیاس، رنگ دیگه میخوام سبز. خب و بگو مثلا فرض کن یه یکم روی این، اوکی؟ بگو این شرایط اولیم. بعد میخوام ببینم که what happens next، اوکی؟ برای اینکه ببینم what happens next بعد از اینکه کلاک بشه، اگر بیام از سمت چپ نگاه کنم میگم خب کلاک میشه، این یکی میاد اینجا، اوکی؟ بعد یه دفعه گیج میشید که حالا که داره این یکی کلاک میشه، این یکی میاد اینجا یا این که این صفره میاد اینجا، اوکی؟ درستش کدومه؟ صفره میاد اونجا، اوکی؟ چرا؟ به خاطر که در دقیقا در همون زمانی که این داره یک خودشو میگیره میاره اینجا، اینم داره اینپوت خودشو میگیره میاره اونجا، میشه صفره. ولی خب اگه از سمت راست شروع بکنید این کانفیوژن به وجود نمیاد. این در حقیقت میگید خیلی خب اینجا چی دارم؟ صفر دارم. این صفر میاد اینجا. اینجا چی دارم؟ یک دارم. این یک میاد اینجا، اوکی؟ اینجا چی دارم؟ صفر دارم.
این صفر میاد اینجا. اوکی؟ بعد به این نگاه میکنید، رو اینپوتش چی دارید؟ یک دارید. این یک میاد اینجا. خب الان خب این نگاه کنید، یه ساختاریه که هر بار که من شیفتش میکنم، اگر نگاه این بکنید دیگه 0101 شیفت شد با سریال اینپوت یک، این شد 1، اون باقیش چی؟ یه پله شیفت شد به سمت راست و همجد به این میگیم شیفت رجیستر، هیچ چیز خاصی نیست. اوکی؟ بعد اومدیم چیکار کردیم؟ بعد اومدیم خاصیت شیفت رجیسترینگ رو با پرلل لودینگ قاطی کردیم. بعد اومدیم گفتیم خیلی خوب، حالا که میتونیم کار بکنیم شیفت رجیستر رو رایت اند شیفتش، رایت اند لفت هم شیفتش بکنیم. اوکی؟ بعد کنترلری که الان توی مثلا میموری ها استفاده میشه، کارش همینه که انتخاب کنه پرلل لود بکنه یا مثلا شیفت بکنه یا بخونه. ترمینولوژی هایی دارید استفاده میکنید که میتونه مشترک باشه، ولی یعنی کانسپت پرلل لودینگ، آره یعنی پرلل لود داره انجام میشه. اوکی؟ ولی شاید اون چیزی که توی مموری دارید میبینید پرلل لود به این سادگی نباشه، ولی وقتی میگیم پرلل لود یعنی پرلل لود داره. اوکی؟ نمیخوام بگم دفنتلی سو، به خاطر اینکه بین این تا حالا مموری کانترولر خب خیلی فاصله هست. خب تا حدی مسئلت حل شد، گری ایریا یه خود کلیر آب شد. خب یه کار دیگه هم میخوام بکنم، الان بیایم بدونی که وارد جزئیاتش بشیم، بگیم که ما میتونیم یک کاونتر درست بکنیم. همینطور که من اینجا یه شیفت رجیستر داشتم با پرلل لودینگ، رایت شیفت، لفت شیفت، دو ناتینگ و اینا، میتونم خیلی ساده بیام یک کاونتر درست بکنم. اوکی؟ حالا نمیام وارد جزئیاتش بشم، که میگم که یک دونه کلاک داره، چهار تا پرلل لود داره، اسمشو میذارم پر این، چهار تا کاونت اوت داره، سی اوت اسمشو میذارم. اوکی؟ یک دونه کری این داره، یک دونه کری اوت داره، کلاک داره، مثلا یه دونه ریسیت داره. خب تقریبا هر چی اونجا هست اینجا هم هست، حالا فانکشنالیتی ها فرق داره. یک دونه بیایم یک مود کنترل هم براش بذاریم، که این مود کنترل یا باعث پرلل لودینگ میشه یا باعث کاونت اپ میشه. خب به این میگم که یک دونه اپ کاونتر. اوکی؟ حالا هاردور داخلش هم چیز خاصی نیست دیگه، یه لاجیکه که اون لاجیک توی هومورک حالا دو بتش رو درست میکنید. یک لاجیکه که اگر امش یک باشه اپ کاونت میکنه، مثلا اگر امش صفر باشه پرلل لود میکنه، یا برعکس. اینجا چی بود؟ اینجا ام اگر که صفر باشه شیفت میکنه. پس اینجوری میگم، میگم ام اگر که زیرو باشه کاونت اپ، ام اگر 1 باشه پرلل لود. اوکی؟ خیلی خوب. این کاونتر خوبیش چیه؟ مثل همون شیفت رجیستر که کسکیدبله، اینم کسکیدبله، یعنی اینکه من میام یکی از این کاونترها میذارم سمت راست، حالا بگو 3 تا،
کلاکینگ و مود و چی و چی رو به هم دیگه وصل میکنم، بعد میام میگم که یه کری اوت این داره، این بت 3:0 رو تشکیل میده، این بت 7:4 رو تشکیل میده، این بت 11:8 رو تشکیل میده. اول کری این یکه، کری اینش یکه، این داره چی؟ همینجور میشماره میاد تا بالا، چمر چمر چمر، وقتی که این 1111 میشه، اینا همه خواب بودن درسته؟ وقتی که این 1111 میشه، چون که این یکه، اینم تمام یکه، کریاتش یک میشه، این یکی رو انیبل میکنه. این که انیبل شد یک بار کاونت میکنه، دوباره به خواب میره، دوباره کاونت میکنه تا این که یه یک اینجاست، تمام اینا یک هستن، این باعث یه یک بودن در اینجا میشه، یه یک اینجا هست، چهار تا یک هم در اینجا هست، این کریات یک میشه. به همین جد این باعث چی میشه؟ باعث بیدار شدن این یکی میشه، یک کاونت آپ میکنه و دوباره میره به خواب. این میشه یه دونه 12 بت آپ کانتر. یه مود کنترل هم داره، حالا اگر روزی خواستید پرل لودینگ هم روش انجام بدید انجام میدین، یعنی در حقیقت اینجوریه دیگه. چهار تا اینپوت هم داره که این چهار تا اینپوت اون پرل لودمون هستن، اوکی؟ پر اینپوتمون هستن، بت شماره 0 تو بت شماره 11، اوکی؟ شکلی که کشیدم چی؟ اون کاونت اوت. CNT out, count out. اوکی okay, که این پرلل آوتپوت های یا پرلل آوتپوت یا هرچی. اوکی خب این چیه؟ یه دونه تاگل فلیپ فلاپه درسته؟ فریکونسی روی کلاک، حالا وقتی که تاگل داره میکنه، هر بار که من رایزینگ ایج رو تی میکنم، آوتپوت هم تاگل میکنه. بنابراین اگه صفر بود یک میشه، اگه یک بود صفر میشه، اینجوری. چی میبینی؟ چه ریلیشنی بین این دوتا میبینی؟ درسا نه، چه ریلیشنی؟ یه خود قشنگتر بگو این حرفو، اونی که منم گفتم. فکر کن که بعداً لگ بیهایند نکنی تا آخر جلسه، زیادم به آخر جلسه نمونده. از نظر فریکونسی این دوتا رو چجوری میبینی؟ فرکانس این پایینی کمتره، یعنی در حقیقت فرکانس کلاک ورودی من دو برابر فرکانس اینه. بنابراین اوکیه به نظر شما اگر من اسم اینو بذارم divide by two circuit. divide by two نه از نظر چیز، از نظر value، از نظر فریکونسی. اوکی خب اگر این دیواید بای 2 باشه، این دیواید بای چنده؟
این میشه دیواید بای 16. اوکی؟ حالا سوال اینه که what if که من مثلا یه مداری بخوام دیواید بای 13 بکنه. اوکی؟ روش فکر بکنید تا جلسه آینده روز چهارشنبه روی کانترها و دیوایدرها صحبت می‌کنیم.